اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی یک روز پس از چکاندن ماشه تحریم‌ها در کنفرانس وزرای خارجه، خزانه‌داری، دفاع و بازرگانی ایالات متحده و نماینده آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید 21 سپتامبر 2020 31 شهریور 99 تحریم‌های جدید علیه اصلی‌ترین حامی تروریسم 27 نهاد و مهره برنامه‌های اتمی، موشکی و نظامی رژیم آخوندی، وزارت دفاع، سازمان صنایع نظامی و مدیر آن را در بر می‌گیرد. دستاندرکاران برنامه موشکی و غنی‌سازی اورانیوم در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. روز دوشنبه رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم آخوندی اعلام کرد. وزیر خارجه مایک پومپئو، وزیر خزانه‌داری استیون منوچین، وزیر دفاع مارک اسپر، وزیر بازرگانی ویلبر راس، نماینده آمریکا در سازمان ملل کلی کرافت و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین جزئیات این تحریم‌ها را در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند. تحریم‌های جدید آمریکا شامل وزارت دفاع رژیم، سازمان صنایع دفاعی و مدیر آن، شرکت همت، دستاندرکار برنامه موشکی و شماری از نهادها و دستاندرکاران برنامه موشکی و اتمی رژیم. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، تحریم‌های تازه‌ای علیه 27 مهره و نهادهای رژیم ایران اعمال شده است. اوبراین تأکید کرد آمریکا تمامی تحریم‌های قبلی علیه رژیم ایران را برمی‌گرداند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا تحریم‌های ماشه را برگردانده است. رژیم ایران به دلال سلاح طی این 5 سال تبدیل شده است. صنایع دفاع ایران تحریم می شود. این اخطاری به همه است. هر کس آن را نقض کند تحریم می شود. رژیم ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است. ما قصد داریم مسیر دستیابی رژیم آخوندی به سلاح اتمی را مسدود کنیم. Over the weekend, the U.S. effort to restore virtually all previously terminated U.N. sanctions on the Islamic Republic of Iran, including the arms embargo, pursuant to U.N. Security Council Resolution 2231. The Trump administration has always been honest about what the Iranian regime really is, a radical revolutionary and the world's leading state sponsor of terrorism and anti-Semitism. President Trump understood that the JCPOA was a abject failure. It didn't bring Iran into the community of nations or block Tehran's path to a nuclear weapon. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت امروز وزارت خزانه داری آمریکا نهادها و افرادی که مدافع برنامه موشکی و ساخت سلاح هسته‌ای در ایران هستند را تحت تحریم قرار می‌دهد. 3 نهاد برنامه هسته‌ای رژیم ایران تحت تحریم قرار می‌گیرند. Today the Treasury Department is designating entities that support Iran's nuclear and ballistic missile programs and senior officials overseeing Iran's nuclear power ballistic missile development. A number of our targets today are affiliated with the Atomic Energy Organization of Iran, which has operational and regulatory control over the nuclear program and bears responsibility for nuclear research and development. 3 of the deputy directors have been sanctioned today, as well as 3 entities subordinate to AEOI that are active components of Iran's civil nuclear program. Mark Esper, Vazir Defa Amerika, goft
حملات موشکی تحت حمایت شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در عراق علیه سربازان آمریکا و نظامیان عراق بوده است. وزارت دفاع آماده واکنش به تهاجم‌های آینده رژیم ایران است. تصمیم آمریکا مانع دسترسی رژیم ایران به سلاح می شود. This included missile strikes by Iranian-backed proxy militias against U.S. bases and personnel in Iraq. کری کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت، ایالات متحده تضمین خواهد کرد که رژیم ایران، حامی شماره یک تروریسم در جهان، نتواند بیش از این به صلح در دنیا آسیب برساند. As we have demonstrated today, the United States will do everything necessary to ensure that the Islamic Republic of Iran, the world's leading state sponsor